سازمان دیدبان حقوق شیعیان جهان شرایس شیع واچ طی بیانیه احکام صادره از سوی دادگاه های بحرین در حق معترضان و تظاهر کنندگان شیعه این کشور را محکوم و این احکام را مغایر با عرف بین و دور از عدالت خواند. در بیانیه این سازمان که نسخه از آن به دست شیعه ویوز نیز رسیده است آمده دادگاه جنایی این کشور طی حکمهای مختلفی دو تن از معترضان را به اعدام، نوزده تن را به حبس ابد، 17 تن را به 15 سال حبس، نه تن را به ده سال حبس و یازده تن را به 5 سال حبس محکوم کرده و تابعیت 47 تن را سلب کرده است. شیرایس در ادامه افزود سازمان ما از تمامی دست های پشت پرده این احکام و زدوبند های آن با خبر شده است. احکامی که فاقد مشروعیت قانونی است و دولت آل خلیفه قصد دارد با این سیاست و هنجار شکنی ها تمامی فریادهای اعتراضی ملت و اراده مردم در ایجاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی را سرکوب کند. سازمان دیدبان حقوق شیعیان جهان در بیانیه خود ضمن اشاره به شرح چندی مورد از حد که حرمت های وارده به ملت بحرین ادامه داد تمام این اعمال بیانگر عدم پایبندی به حقوق بشر و حقوق قانونی شهروندان معترض بحرینی است و مغایر با تمام اصول و قوانین بین المللی می باشد. این سازمان جهانی در پایان بیانیه خود از مقامات کشور بحرین خواست تا به درخواست های ملت خود گوش فرا دهند و در سیاست غیر انسانی خود که شامل حدک که حرمت بازداشت، حبس، اعدام و سرکوب است تجدید نظر کرده و با مذاکره و رایزنی گامی مؤثر در روند رفاه حال شهروندان خود بردارد.